بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شما فرمان کس که مرض اعصاب داره، بعضی روزا روزه میگیره، بعضی روزا نمیگیره، تشخیصش با کیه؟ موضوع خارجی، تشخیصش با خود مکلفه. اینو تو عروه هم داره، هر موضوعی تشخیصش با مکلفه، مگر موضوع مستنبط باشه که اون باید فقیه باشه که اهل خبره است، استنباط کنه ببینه این موضوع که شارع حکم براش مرتب کرده این موضوع حدودش چیه. قرآن کریم فرموده فمن کان منکم مریضا، از روایات استفاده شده مریضی که یضره الصوم، صوم ضرر برش داره. اعصاب هم یکی از مریض هست دیگه، و خود شخص اگه تشخیص بده که این در حدی است که برش مضر صوم، اونم نه ضرر خیلی کم که کلمه ضرر عرفاً منصرف ازشه، و لازم هم نیست ضرر بالغ باشه، ضرری که موجب هلاک بشه، نه اونم لازم نیست، صدق کنه این ضرر براش داره روزه. هر کسی برداشت خودشه. حتی صاحب عروه فرموده است که اگر طبیبی که حاذق و متدینه، اهل خبره است و ثقه است، این به یه شخصی گفت آقا روزه برای شما ضرر داره، روزه نگیر، و این شخص خودش احساس ضرر نمی کنه، یعنی فکر میکنه این طبیب اشتباه کرد. عروه فرموده فقه هم اکثر پذیرفتن، گرچه یک عرضی بنده اینجا داره، خودش تشخیص میده که این روزه براش ضرر نداره، این باید بگیره روزه. و بالعکس اگر طبیب میگه آقا روزه برای شما ضرر نداره، هیچ مشکلی نیست، شما خیال میکنی، توهم داری، اما این فکر میکنه که ضرر داره براش روزه، این حق داره بخوره، در جایی که ضرر خیلی بالغ نباشه و واجب بخوره، در جایی که ضرره که برداشت میکنه. خلاصه ما شخص خودش مکلفه. بله، عرض بنده اینجاست که شخص میتوانه به طبیب ثقه یا یه ثقه دیگه ای که طبیب هم نباشه اما
بی مثلا این سقیه که این حال اینو میشناسه. یعنی فرض کنید یه دونه جوون پدرش مادرش متدینن، طبیب هم نیستن، اما بهش میگن که این روزه برای تو خوب نیست، نگیر روزه. این میتونه اعتماد کنه ولو خودش احساس ضرر نکنه. این عرض بنده است ها، یعنی عرض کردم، مکررم عرض کردم، این چیزایی که اینجا مطرح میشه بحثای علمیه، نظرهای علمیه، فتوا نیست. فتوا همونیه که تو رساله، تو حاشیه عارفه، تو اونا هست. اگرم این اختلافی با اون داره، ملاک اونه، کسی که بخواد عمل بکنه ملاک اونه. خلاصه ملاک یعنی مشخص، تشخیص با خود انسان. در باب حج فقها ها اینو میگن. یه خانم سابقه، این حالها کمتر این مصداق داره، سابقا یه بحثی بوده تو زمان ائمه علیه السلام، روایات هم داره که یه دونه خانم مستطیعه اما تنها میترسه بره حج، خطر داره براش. خب کی تشخیص میده این خطر داره؟ خود خانمه یا شوهرش؟ اونجا فقها دارن، اگه شوهر تشخیص میده که من میترسم برای تو تنهایی بری حج، پس نباید تو الان بری حج. خودش تشخیص اینه که شوهرش وسوسه داره، شوهرش زیادی هول داره، تشخیصش اینه، عروه هم داره مسئلهش. خود خانمه تشخیصش اینه که حج براش خطر نداره، ترس نداره، واجبه بره حج. و بالعکس خود خانمه تشخیصش اینه که میترسه، میترسه بره حج، بر عرضش میترسه. قدیما عرض کردم این بیشتر از حالا محل ابتلا بوده، حالا گروهی میرن، یعده با هم میرن، صحرا و دریایی نیست اونجور که ولو بشن. اگه خانمه تشخیصش اینه که براش حج ضرر داره، شوهرش میگه نه بابا ضرر نداره، یعنی ترس نداره، اما خودش اگه میترسه حق داره نره. خلاصه موضوعات احکام شرعیه که مستنبط نیست و مرتبط میشه به افراد، مشخصش خود فرده. بله، مریض در یه جهتی، هر مریضی هر تصمیمش خراب نیست، نه، بنویسی خودش، ملاک خودشه، مگر اینکه محرز بشه این مرضش یه جوریه که تصمیماش درست نیست، یعنی در حدی اون حالا بحث دیگه است. اگر نه به عنوان اولی موضوع احکام را اگر مستنبط نباشد، موضوع که خودش یه بحثیه، چی مستنبط چی مستنبط نیست، یه موضوعی هست این جواهر مکرر متعرضه، یه فقیه میگه این موضوع مستنبطه، یکی فقیه میگه نه این موضوع غیر مستنبط. اگر مستنبط نباشه موضوع، حالا به نظر هر فقیه، نظر خودش یا نظر هر مکلفی، نظر خودش، این ملاک خود مکلفه همه جا الا ما خارجه به دلیل. مقصود همینه. بله بله، ببینید اون کسی که برش واجب روزه که حق نداره حتی تو خونش تنهایی بخوره، اگرم تو خونش هم تنهایی میخوره
زنش بچه هاش باید نهی از منکرش کنند با شرایط نهی از منکر. این از یعنی کسی که مسافره براش حروم اثر روزه، این حق داره بیاد تو صحن حضرت رضا بشینه چلو کباب بخوره؟ نه. ها دلیلش ارتکاز متشرع، دلیلش این است که این اهانت به صوم حساب میشه. کی تشخیص میده این اهانت؟ متدینین متشرع. وقتی که اهانت شد این جایز نیست. نه 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 نه، ببینید شهر الصیام از مجموع ادلش برداشت شده و لهذا در ارتکاز متدینین اینه. اگر یک کسی وسط صحن حضرت رضا علیه السلام نشسته داره چلو کباب میخوره روز ماه رمضان، متدینا بهش میگن خود چرا داری چلو کباب میخوره؟ میگه من مسافرم. میگه خود یه جای تنها خالی بشین بخور، چرا توی عملا اومدی؟ بالاجماع، بله کبراش بالاجماع. اجماع عرض میکنم یعنی شما کسی پیدا نمیکنید که کبرای ارتکاز مشکل قبول نکنه. بله در صغرایات ممکنه تشکیک بشه، اگر نه اون متشددین از فقها که تشدد عرض میکنم یعنی محققین مدققین که خیلی شدت در تحقیق و تدقیق دارن، اینام آدم میبینه گاهی تمسک به ارتکاز میکنن، معلوم میشه کبرای ارتکاز همه قبول دارن. بله ممکنه شما تشکیک کنید بگید نه همچی ارتکازی نیست، که ظاهرا هست همچی ارتکازی، یعنی الان دونکم العرف، عرف متشرع، عین عرف عقلا. چرا چرا تو خونه حق داره بخوره؟ بلکه اونایی که روزن روایت دارن روایت خاص داره براشون ثواب داره و چند تا روایت داره وسائل، صاحب وسائل رضوان الله علیه یک باب قرار داده که مستحب انسانی که روزه است در جایی بره که روزه میخوره طرف، یعنی روزه نیست ها، یعنی شما روزه هستید، این مسافر اومده مهمون خونتونه داره روزه میخوره داره آب میخوره، مستحب شما حاضر بشید حسرت بخورید، این ثواب روزتون اضافه میشه، اون اشکال نداره، چون اون حتک و صوم حتک و شهر صیام این عنوان برش صدق نمی کنه. اما اگر بله یه مسافر خونه بود رفت و اومد توش حت مردم زیاد میرن و میان، حتک شهر صیام حساب میشه. کی میگه این حتک؟ ارتکاز متشرعه. بگید ارتکاز متشرعی نیست قبول داریم، حرفمون رو پس میگیریم، اما برداشت این است که متشرعه این را کار قبیح میدونن، میگن تو که روزه نیستی، تو که وای حرامه اصلا برات روزه، مسافره حرامه براش روزه، برو یه جای روزه بخور که تو علن نباشه. برداشت اینه بله دونکم المسلمون ها. روز کسی منع نمی کرد، چون اینکه اگر یک کسای مسئله دون نیستن، یک کسای متدین نیستن، اما متدین ها نگید مسجد الحرام، توی حرم حضرت معصومه یک کسی روز ماه رمضان آب بخوره علنی، یه عده بهش نمیگن چرا اینجا آب میخوره، میگه خب من مسافرم، میگم برو یه جای یواشی که آب بخوره. حالا مسجد الحرام یک موردی یه جایی شده، این نقض کل نمیشه. ارتکاز المتشرع دلیل کاشف عن الحکم الشرعی. وقت کجا ارتکاز هست کجا نیست دیگه، حالا این بحثیه و ظاهرا این ارتکاز هست. هرچی من یادم از سابق تا حالا این آدم میدید یک منکره، یه آدمی که روزه برش حرامه حتی که مسافره توی علن روزه بخوره. چی؟ علنا در ملای عام کسی تناول کنه غذا. کجا؟ اروپا. اروپا نه 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 ببینید عرض اینه که ارتکاز متشرع است. شما بگید اونجا نیست ارتکاز متشرع، اشکال نداره.
قبول. عرض این صغر الارتکاز هست، کبر الارتکاز هم همه قبول دارن. ارتکاز متشرعه بعضا بسته به اختلاف احکام هم میشه، مثلا در مورد تدخین بعض علما جایز میدونن برای روزه‌دار. بله خود شما احبت وجودی نیست. بله خب در این مورد بعضا متشرعه رو قبیح میدونن، بعضا قبیح نمیدونن. مثلا مرحوم آجلو قائمی نه چی چپاق میکشه بارمزون ببینید عرب اومد گفت فترت امین ببینید ما عربه رو ارتکاز گفته. ببینید عرض اینه، ممکنه یه چیزی حالا یه خلافی هم درش باشه بین فقها، یکی فتوا بده یکی احتیاط وجوبی بگه یکی نه هیچ کدومش رو نگه، اما عرض اینه کبرای ارتکاز را هیچ کی منکر نی ظاهرن. شما گمان نکنم تو متقدمین و متأخرین احدی پیدا کنید که بگه اگر ارتکاز متشرعه بر یه چیزی بود این حجته. وقت میایم سر صغراش، اگر این فلان مورد ارتکاز متشرعه بود یعنی یعتبر قبیحا عند المتدینین، کسی که روزه نیست و جایز برش افطار یا واجب برش حرام از هر روزه مثل مسافر، این در علن، حالا علن کجاست چیه حدودش اون جای خودش، علن یکیش حرم حضرت رضاست علیه السلام، یکیش حرم حضرت معصومه هست، یکیش خیابونه، یکیش وسط خیابون ساندویج دستش گرفته تو ماه رمضان پیش در خیابونی که متدینین هستن، نمیگم ارتکاز غیر متدینین، نه متدینین، ساندویج دستش گرفته داره میخوره، هر کسی از این متدینین ها میگه چرا داری ساندویج میخوری، میگه من مسافرم. متدینم چون اون هست میدونه مسافر برش روزه نیست، میگه خب چرا اینجا میخوری. این آیا عند مجموع المتدینین همچی چیزی هست یا نیست؟ اگه هست یه ارتکاز صغرای ارتکاز متشرع هست. در ارتکاز فرد نزد ماه شمسی سه روز رو من ارتکاز برم انجام بدم، بعد تقارن ماه قمری اون روز حرام افتاد. اگر نظر معین بود بله باطله، اگر نظر غیر معین بود نه این اعتکافش باطله، باید عوضش بگیره. یومی که معلوم نیست فطر هست یا نیست، این معلوم نیست فطر هست یا نه، استصحاب عدم فطر حکم میشه، اگر ثابت شد ما باطل میشه، به نتیجه تابع اینه که استصحاب ملزمی باشه قبل یا نه. بله اینجا یه حاشیه من بزنم اگه اجازه بدید، بعضی فقها بفرمایید مثلا بعضی تصریح دارن باید قمری قرار، بله بنابر اینکه شمسی هم میتونم که منم قبول دارم این را. این را بفرمایید آقا. حال شریف خوبه ان شاء الله، حال شریف اجازه می‌فرمایید. ایشون میفرمان اگر کسی بنابر این که برای خمس ماه سال شمسی هم جایز قرار بده، که عرض کردم بعضی ها گفتن نه همه نمیگن این را، اما بعضی هم قبول دارن در سال فی کل عام یا منصرف از ادله خمس، کل عامی که در صحیحه علی ابن مهزیار از حضرت جواد علیه السلام هست و یا منصرف به سالهای قمری بالخصوص، چون سالای شمسی نبوده زمان معصومین، یعنی اونی که خارج جون بوده سالای قمری بوده، اما خب
قضیه خارجیه بنا نیست باشه، قاعدتا قضیه حقیقیه است. وقت اگه شامل ساملای شمسی هم بشه همچون که بعضی فرمودن اشکال نداره. ایشون میفرمان که اگر این سال قمری قرار داد اول محرم سر سالشه، حالا یک سال گذشت اول محرم شده، این اضافه داره 1,000,000 پول اضافه داره، این میخواد سالش را حالا شمسی بکنه، یعنی که 10 روز دیرتره، 10-15 روز دیرتره، 12 روز دیرتره، آیا جایزه یا نه؟ قاعدش اینه، نه فقط سال شمسی، حتی اگر بخواد چند روز قمری را تأخیر بندازه، این خمسش را الان بده و این چند روز را ایضا خمسش را بده و برای سال دیگه از اون سال شمسی حساب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همین جوری که عروم داره، این مسئله رو عروه دارن و دیگران هم دارن، خب عروه چون حاشیه داره به نتیجه نظر فقها ازش استفاده میشه، که خمس با زکات این فرق داره که در زکات از اول سال زکات واجب نی بر انسان، وقتی که سال تموم شد اول ماه 12 رسید او وقت زکات واجب میشه، قبلش زکاتی نیست. شرطش اینه که سال بگذره. اما در خمس همینجور که از مجموع عدلش استفاده شده که یکشم هی والله الافادت یومن بیوم ان الخیاط لا یخیط الثوب بخمسه دوانق دوانق یا دوانق لنا منه دانق، این الان 5 دانق گیرش اومده، 1 دانقش مال ارباب خمسه، یعنی به مجردی که در روز اول سال این شخص 1 سودی کرد، 1,000 تومن سود کرد، 200 تومن این الان خمسه، و اگر الان این خمس را بده این 200 تومن را به عنوان خمس واجب میده، مثل نماز ظهر و عصر که تأخیرش جایز تا مغرب، اما اول ظهر اگه بخونه به عنوان مستحب نمیخونه نماز ظهر را، این واجب واجب موسع، نه اینکه الان نماز ظهر و عصر مستحبه، این را عروه داره که به عنوان خمس میتونه الان بده. بله 2 تا تبصره داره این حسب ادله، یکی این که حق داره واجب موسع تأخیر بندازه تا سر سال، مثل نماز ظهر و عصر که حق داره تأخیر بندازه تا قبل مغرب، یکی دیگه اگر تا سر سال مصرف معونه شد در چارچوبه معونه، حالا هرچی معنا کنید معونه را، به فرمایش فقها مشهور معونه باشه، فعلیت المعونه باشه، حرام مصرف نکرده باشه، اگه این شد معونتون فعلیتون صرفت، نه در حرام اسراف تبذیر اسراف بنابراین که حرام باشه نکرده، اگر این وقت این خمس ساقط میشه، خمس واجب شده ساقط میشه ازش، پس این سر سالش که رسید، سر سال قمری اینجور که شما فرمودید سال دشته سر سال قمریش اول محرمه، اول محرم که میشه اینایی که منده پیشش این اضافه این فائض معونه که داره، این خمسی که واجب بوده برش علا نحو الواجب الموسع شده مضیق، این دیگه حق نداره تأخیرش بندازه. بله انتخاب نکرد، میدونم انتخاب وقتی که نکرد معلوم نی، معلوم نی، عرض کردن بعد که اصلا انکار کردن، گفتن باید سنین شمسی قمری حساب کنه، اما حالا اگر گفتیم که سنین شمسی هم از اول میتونه حساب کنه، قدر متعقش لااقل همین مقداره. چه دلیلی داریم برای اینکه تدخین مبتل روزه باشه؟ دارن روایت در خلافش هم داریم که مبتل نیست، جامعه ما احتیاط میکنن، رو چه دلیلی؟ آقایون یعنی غالبا البته، یعنی عروه رو ببینید
این یعنی ده ها حاشیه داره که حالا هم چاپ شده، 40-50 تا حاشیه چاپی در دسترس در دست هست. غالبا فقها ها یا مفطر میدونن یا احتیاط وجوبی میکنن. یه روایتی داره که بحثی هم درش هست که حضرت فرمودن او کنس بیتن فدخل الغبارا انفه و حلقه یا حلقه و انفه. وقت غبار لحاظه رو این غبار غلیظ گفتن، وقت گفتن غبار غلیظ در حکمش بخار غلیظ، دخان غلیظ در حکمشه. یعنی به نتیجه بحث اجتهادیه، برداشت اینجوری، و غالبا فقها ها یا فتوا میدن یا احتیاط وجوبی میکنن. عرض کردم روایتش همینه، لحاظه هم بحثه، اما همین آغازی ها رو شما ببینید تو حاشیه عروه احتیاط وجوبی میکنه یا فتوا میده به حرمت. یعنی اون بحث علمیه، مقام فتوا غیر مقام بحث علمیه. بحث علمی به نتیجه یه موازین خاصی داره، اما در عین حال فقها در فتوا بیشتر مراعات میکنن. همین عرض کردم این بحث اجتهادیه، این بحث هم همونجا صحبت شده، خود این روایت هم مطرح شده، و به نتیجه فقها ها از مجموعش برداشت کردن یا اینکه این مفطر است و مبطل روزه است. لااقل مشهور فقها ها قدیما و حدیثا اونایی که متعرض شدن گردن نگرفتن که بگن که جایزه و مفطر نیست. نه اکل و شرب که اسمش نیست عرفن، نمیگن، یه چیز دیگه است این. آها مشهور فقها ها این را گفتن، یعنی این روایت گرچه سندش محل بحثه، اما به نتیجه یک طیف عظیمی از فقهای اتقیای اذکیا که حالیشون هم هست، اینا رو همین روایت اعتماد کردن، مثل جاهای دیگه که روی روایتی اعتماد میکنن. در موارد هست تصریح شده تو روایات به مفتریت مثل غیبت، خب ولی هیچ کسی فتوا نمیده. همین این دلیل بر خلاف فرمایش حضرت عالی میشه که با اینکه روایت داره، روایت هم معتبره بعضی جاها روایت داره، و اما فقها چون مفطریت اخلاقی ازش برداشت کردن که خلاف ظاهرشه، لذا نمیگم مفطره، نمیگم غیبت مفطره، یعنی کسی اگه در با زبون روزه غیبت کرد این روزش میگن قبول نمیشه، تو نامه عملش ممکنه ننوشته باشن این روزه گرفته، اما واجب نیست برش قضا. چی؟ وقت یه دونه نیست، صدها توی فقه ما از این چیزا داریم که از این قبیل روایت داره، هم صحیحة السند بلا اشکال، هم ظاهرة الدلاله بلا اشکال، که به جای کسی که مسافره نمازش قصره، دو رکعت نماز میخونه، به جای اون دو رکعتی که نخونده که جایزم نیست بخونه تمام، به جای اون بعد از نماز 30 بار بگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، هم امره که ظاهره در الزامه، هم سندش هیچ اشکالی نداره. اما شما یه فقیه پیدا نمی‌کنید که بگه واجبه برای مسافر بعد از نماز قصر بگه واجبه 30 بار این ذکر را بگه، تسبیحات اربعه را بگه، میگن مستحبه. خلاصه از این چیز زیاده، علاقه این بحث علمیه، محل بحثم هست، محل کلامم هست، هم تو اصول مطرح شده هم توی فقه مکرر، اما غالبا فقها پابندش هستن، ولی یه عده‌ای هم نپذیرفتن.
خیلی هم موجود اقتداست استنیاز اقتداست یعنی من تنگی سینه دارم تنگی نفس دارم سینه که میزنم سینه هم باز اخیرا حالا با اکثرا در ندوانیم که جایه به خاطر اینکه این استریه اولش ماده اما وقتی که میره به حرف میرسه گازه هوا هوا رو مفرش نیمه خیلی فرمایش بله غالبا اشکال نمی کنن بده بعضی هم اشکال کردن اما غالبا اشکال نمی کنن یعنی آخه محرز نی واقعش حالا این بحث خیلی نمیشه بازش خیلی هم شاید موردی نداشته باشه یعنی کسی الان از حضرت نقل بکنه یه حکم نه همونی یه مطلبی که مربوط به احکام باشه میخواد تقیید بکنه یک عام الزامی را یا تخصیص بده یا تخصیص بده یا عام الزامی را یا تقیید کنه یا مطلق را حالا که مورد ظاهرا نداره یعنی همون جانسان به شیخ مفید بعدی اشکال کرده من عرض که فرمایی عرض بنده بود سوال اعتقادی زمان مخلوق خداست بعد این مطلب با ازلی بودن خدا چگونه قابل درک؟ ازلی یعنی قبل زمان روشن فقط ما درک نمی کنیم درک یعنی زمانی که خدا بوده و زمان هم بوده نبوده نه. نگید زمانی خدا بوده و زمانی نبوده مثل که خدا مکان نداره خدا محل حوادث نیست اصلا زمان ربطی به خدا نداره نه مرکب بوده جسم این از روایات ازلی یعنی خدا کان الله ولم یکن نه کان اعمه کان برای ما زمانه برای خدا زمان نیست کان الله ولم یکن معه شیء زمان شیء ام لا نه آقا بگید زمان شیء ام لیس به شیء یه چیز میدونم زمان یک چیز است یا نه این نبوده خدا بوده و این نبوده کانه برای ما زمانه فرق میکنه کانه با خدا کانه از ضیق تعبیر کلمه کانه تعبیر میکنیم اما درک میکنیم این را ببینید درک میکنیم که همین جوری که خدا مکان نداره همینجور که خدا محل حوادث دیگر نیست همینطور خدای عزوجل محل زمان نیست ارتباطی زمان با خدای عزوجل نداره حالا کلن این کانه ماهاست که زمانیه کان الله ولم یکن معه شیء این را اگر بپذیریم که پذیرفتیم از نظر اعتقاد چون به مجردی که خدایی باشد که مرتبط به زمان این خدا نیست خدای واقعی نیست هر چی معناش بکنید مکان رو چجور معنا میکنید مکان لازم نیست زمین باشه خود فضا مکانه آقا میدونم فضا مکان را فرض کنید فضا یعنی چه فضا نبوده ما درک نمی کنیم اما میفهمیم درسته یعنی خدا در یک فضایی نبوده فضا را هم خودش خلق کرده یعنی چی؟ ما درک نمی کنیم چون درک ما کوچیکه اما عقل ما می فهمه باور داره این را درک حسی نداریم ما حالا این جای خودش داره ما روایت
این خیلی ها اصلا اهل نماز شبن ولی هیچی بهشون نمیرسه فرمان. بله. ببینید این روایت یه دونه نیست، صدها از این قبیل ما داریم. این روایات اینا همش راسته و هیچ اشکالی نداره، فقط دو تا مطلب هست. یکی تمام اینها شروط داره. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن کلمت لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی. خب یزید مگه نمیگم لا اله الا الله؟ مگه معاویه نمیگم لا اله الا الله؟ هم بعد فرمودن به شرطها و انا من شروطها، یا به شروطها و انا من شروطها، یعنی تمام چیزها. حتی شما یه حرفی که به فرزندتون میزنید، به همسایتون میزنید، این شروطی داره. یعنی اگه به شما گفت که شما فلان حرفو زدید، بگید خب آخه این من یه حرف دیگه هم یه جای دیگه زدم. اینا شروع، اولا اینا همه شروط داره. ثانیا اینکه خدای عز و جل تو روایات مکرر داره برای کسایی که خدا دوستشون میداره این وعده را تأخیر میندازه به آخرت، چون اونجا بیشتر هم خدا بیشتر میده هم بیشتر این نیاز داره درش. اهلا و سهلا سیدنا، اهلا و مرحبا. هر دو ید دارنشون میگه دو نفر، یکی سوار ماشینه یکی سویچ کلید ماشین دستشه. هر دو اونم که تو ماشین سویچ داره، هر دو هم ادعا دارن. این مسئله مسئله یا مدعی و منکره یا تداعیه. تداعی که باشه باید رجوع بکنه به حاکم شرعی، به قاضی شرعی. مدعی و منکرم که باشه با شروط مدعی و منکر رجوع به اونجا میشه. سوار شیه که یک دستش گرفته. بله بله، ید و کل شیه به حسبه، اینو قبول داریم. بله نه بله نه، اگر دو تا ید بود، اگه دو تا ید بود، یه پسر و پدرن توی خونه دارن زندگی میکنه، اینا هر دو ید دارن، پسر میگه خونه مال منه، پدر میگه نه مال منه، مثلا خلاصه پسر خونه رو خریده پدر رو نشونده، یا خونه مال پدر است پسر رو نشونده. علا کل مسئله مدعی و منکر، مسئله تداعی همون نتیجه روابط و لوازمی داره که فرمودن. نه نه، شکی نیست، اجماعیه که همون یک مد را، گندم یا آرد یا نون بعضی ها گفتن مثل صاحب عرب و بعضی ها، همون یک مد بده کافیه. اما اگر میخواد غذا بده باید سیرش بکنه. بله اگر سیر کردنش فوق العاده است، یعنی یه شخصیه که دو برابر سه برابر دیگران میخوره، فرمایشیه. صاحب جواهر دارن، شیخ دارن، جاهای مختلف به مناسبات متعرض شدن که موضوعات احکام که یکیش مثلا اطعامه، حکمش اینه که واجبه، یکیش مده که واجبه، حالا مد معینه تعیین شده. موضوعات احکام اگر مصادیق افراط و تفریط و متوسط داشته باشه، فرمودن اطلاقات منصرف به مصادیق متعارف است، که همین عبارت جواهر دارن یه جایی همین تعبیر رو میکنن،
و شیخ هم یه جایی تو ذهنم ایضا متعرض این مطلب هستن، تو فقه هم از اول تا آخر روش بنا میکنن، در باب وجب و کر، در باب نمیدونم حد ترخص و دیدن و شنیدن و اینها و در موارد مختلف دیگه. یه خورده اگر شد آها، اما اگر دو برابر سه برابر، یعنی باید دو مد غذا بهش بده سه مد بده، منصرف ازشه. بله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أي خاك درت سرمي أرباب بسارت در تأدیت مته تو خم پشت عبارت هر روز که روح القدس آید به توافت در چشمه خورشید کند غسل زیارت در روزه تو خیلی ملائک ز مهابت گویند به هم مطلب خود را به اشارت گرد قدم زائرت از غایت رفعت بر فرق فریدون ننشیند ز حقارت در حشر به فریاد بقایی برس از لطف که از عمر نشد حاصل او غیر خسارت. عباسد میگه گاهی آقا از نماز که برمیگشتن تمام چهره آقا رو غبار گرفته بود، سر به جانب آسمان بلند می کردن. اللهم ان کان فرجی مما انا فیه بالموت فعجل لی الساعة. اما فرج آقا اون زمانی رسید که از مجلس مأمون خارج شد، عباب سر کشیده بود، می آید و با ناله خود خو گرفته، او همچو زهرا دست بر پهلو گرفته، در بین کوچه می رود گه می نشیند، امید دارد تا جوانش را ببیند. لحظاتی که یتململ و کتململ سلیم نگاه به در می کرد، منتظر بود فرزندش جواد رو ببین. یه دیدم آقازاده این شبیه امام رضا اتاق ظاهر شد، آقا برخواست او رو بوسید در آغوش گرفت، تا اون لحظات آخر منتظر بود جواد الائمه بیاد ودای امامت انتقال پیدا کنه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسن.
فدای اون مولایی که خودش اومد تو خیمه سر امام سجاد رو به دامن گره. سوال می فرمود بابا این عمی العبا برادرم علی چه شد؟ قاسم چه شد؟ یکی یکی سوال کرد. آقا می فرمود قد قتل. یه مرتبه حضرت فرمود همین مقدار بدان جز من و تو محرمی برای اینها باقی نمون. امام رضا نگران بود فرزندش بیاد، اما آقا ابی عبدالله تو قتلگاه نگران بود نکنه امام سجاد بیاد. یک بارم که اومد فرمود خواهرم او رو برگردان، زمین خالی از حجت نمانه. السلام علیک یا غریب الغربا. صورت غریبی روی خاک گذاش، گرم مناجات با خدا. یه مرتبه دست ظالمانه ای سر رو از زمین بردان، به دست دیگر خنجر و جمر جالسون علا صدرک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا این مجلس رو به امضای ولی عصر برسان، بر توفیقات علمی من بیفزا، مرجعیت حاضر در مجلس در پناه امام زمان محفوظ بدار، قلب نازنین ولیت از ما راضی و خوشنود فرما، روح همه مؤمنین مؤمنات گذشتگان از این بیت رفیع حضرت آیت الله العظما آقا محمد شیرازی از این محفل بهره مند گردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم می رسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی می باشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمی شود.